داریم تلاش میکنن که با دستاویز هاشون. تلفن وزیر ارتباطات قطعشه خیلی بده. حالا یه بار دیگه میگیرم تلفن آقای مهندس آذری جهرومی رو، دیگه الان موبایلشون از دسترس خارج شد، هیچکی دست به گیرنده ها نزنه، هیچکی همجور. آقای وزیر مجددا سلام. سلام عرض میکنم. آقا چرا این تلفن ها قطع میشه؟ ما تلاش میکنیم در طی این مدت 4 سال این وضعیت ارتباطات رو بهبود ببخشیم. وزیر ارتباطات گفته دادیم دیتا سنتر بسازن 200 متر زیر زمین، اطلاعاتمونو بذاریم اونجا که دیگه با موشک هم نتونن بزنن. اطلاعاتو مگه با موشک میزنن؟ خب اگه اینجوری کل دیتا سنتر رو بردار ببر بذار جمکران، هم خیلی گوده، هم همونجا صاحب اصلی مملکت از اطلاعات ما مواظبت میکنه. حالا چه اطلاعاتی رو میخواد بذاره زیر زمین این وسط؟ سازمان حیاتی دارم، اطلاعات پایه دارم، مثل سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت احوال. آه نه آقا، این اطلاعات ثبت احوال خصوصا من هستم، این یکی عمرن من نمیخوام دشمن بدون اسفامیلم چیه. با فقط من سوالم اینه که شما دیتا سنتر رو برشید 200 متر بردی زیر زمین، چطوری روزی میخوای خنکش کنی؟ باد میزنی چیه؟ یارو 1000 متر زیر زمین با استاکس نت زد، تنز نتنز رو در آورد، نه موشک میخواست نه هیچی. بعدم شما ها که هرچی میذارین زیر زمین، خودتون فوری دوربین برمیدارین میرین فیلم میگیرین، میگی اینا ببین اینا، ببین ما اینا داریم، این زیرا از این اینا داریم، اینا. اصلا ما توی این مملکت تا احمدی نژاد داریم که دشمن استاکس نت اینا نمیخواد، خودش با 10 تا دوربین پام شد میرفت اون زیر، هرچی دشمن میخواست فیلم میگرفت میفرستاد براشون. والا به من باشه به آذری جهرومی میگم خب تو که داشتی پیاده میرفتی اربعین، جایی که زیر ساخت ارتباطات تو مرز شلمچه بذاری دیتا سنتر رو میبردی همونجا چال میکردی. حالا من چی به نظر شما برای اینکه اطلاعات به این مهمی که ما داریم بهتر مواظبت بشه چقدر بکنیم بریم پایین؟ یک، چقدر بکنیمش مهم نی، همین که بکنیم یهو دیدی اون زیر 12 تا امامزاده جدید در اومد با 120 تا سنتر بدون دیتا. دو، تا حالا ما هرچی کندیم رفتیم پایین پیدا کردیم افراش فکر این بودیم چجوری خرابش کنیم. سه، من میگم به جای اینکه اطلاعاتمون رو 200 متر بکنیم بذاریم پایین، 200 متر بریم بالا پارازیت پخش کنیم روش که دست دشمن نیفته. چهار، بالاخره ما برای آیندگانمون بعد یادگاری چیزی بذاریم دیگه، قبلی ها اون زیر واسه همون تمدن گذاشتن، ما واسه شون دیتا سنتر با مشخصات فک و فامیلمون میذاریم.